سلام بر شما، به این برنامه صفحه دو آخر هفته خوش آمدید. من عناد فانی هستم. از روز چهارشنبه 18 هم تا شنبه 21 دی ماه که بالاخره مقامات ایران اعلام کردند که هواپیمای اوکراینی را سپاه پاسداران به اشتباه زده و 176 نفر سرنشین آن را کشته، فرماندهان سپاه انواع دلیل و برهان آوردند و تئوری های شبه علمی پرداختند که ثابت کنند علت سرنگون شدن هواپیما نقص فنی بوده و صحبت از اصابت موشک به آن جنگ روانی دشمنان جمهوری اسلامی به سرکردگی آمریکاست و دروغی بزرگ است. ولی وقتی با اسناد و شواهد غیر قابل انکار مواجه شدند، اعتراف کردند که کار خودشان بوده و دروغ بزرگ در جای دیگری گفته شده. عذرخواهی کردند و یک فرمانده حتی گفت که کاش مرده بود و اون روز را نمی‌دید. ولی باز هم همه حقیقت را نگفتند. از جمله نگفتند که هواپیما را با دو موشک زدند، نه یکی. چرا سپاه پاسداران ایران دروغ می‌گوید؟ چرا مخالفانش را زیر فشار وادار به دروغ‌گویی علیه خودشان می‌کند؟ و چرا به جایگاهی رسیده که متهم است که خود می‌برد و خود می‌دوزد، هم پلیس است، هم قاضی است و هم زندانبان و خود را ملزم نمی‌بیند که به مردم پاسخی بدهد؟ این سوال‌ها موضوع بحث ماست با سه مهمان برنامه که هر سه شناخت عمیق از سپاه پاسداران ایران و به خصوص اطلاعات سپاه دارند. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل دانشگاه لوند در شهر مالمو سوئد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. و مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالان سوئیس. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی چند روز پیش نکته‌ای گفت در صحبتی سخنرانی که کرد که به نظر می‌رسه روز سخنش با سپاه بود، به خصوص که آقای روحانی بارها در گذشته هم خطاب به سپاه صحبتایی کرده، از جمله اینکه این سازمانی است که هم اسلحه دارد و هم ثروت دارد و هم رسانه دارد و هم به هر حال امکانات بیشتری دارد. اجازه بدین این صحبتای آقای روحانی رو بشنوین تا من سوالمو مطرح کنم از شما. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض می کنم که در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من می خوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. آقای مهدوی، قاعدتاً اون دیگرانی که آقای روحانی ازش صحبت میکنه بایستی اون فرماندهانی باشند که دستور شلیک رو دادند و گفته که باید برای مردم روشن بشه، حالا ببینیم که. ولی تا به حال، ولی به عبارت دیگه آقای روحانی به نوعی داره اذعان میکنه که هنوز تمام حقیقت به مردم گفته نشده. بله، ببینید، سپاه، من قصد حرف تبلیغاتی زدن ندارم علیه جایی، ولی خب سپاه یک ذهنیت، سپاه فقط صرفا یک نهاد نیست، یک ذهنیت، یک مدرسه است، یک دانشگاه که افرادی رو بر اساس یک ایدئولوژی، بر مبنای یک سیاست و بر مبنای یک راهبرد تربیت میکنه. اون چیزی که مردم ایران، ما رسانه ها از سپاه میشناسیم، عمدتا مربوط به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بعداً بخش اقتصادی سپاه. ما این دو بخش رو دیدیم. یعنی مثلا در سازمان اطلاعات سپاه، اونجایی که مربوط ما دیدیم که خب تا خامنه‌ای میگه نفوذ، آقای خامنه‌ای میگه نفوذ، فوری ادارو میگیره، یه سناریو میچینه که از توش در بیاره فلان چیز بده، تا با برجام مشکل داره، یه دونه از دیپلمات‌ها رو میکشه بیرون، اونقدر کتکش میزنه، تو ایمیلاش میگرده، تا یه سناریو بسازه که طرف جاسوس بوده و همه برجام جاسوسیه. نمیدونم، تا با محیط زیستی‌ها مشکل داره، میخواد یه سناریو دیگه بسازه، محیط زیستی‌ها رو میگیره، کاووس زید امامی رو میکشه. ما اینا رو میشناسیم که در حوزه سیاست داخلی سازمان اطلاعات سپاه سناریو سازی میکنه. در حوزه اقتصادی هم در یکی دو سال اخیر به لطف افشاگری‌هایی که شده، کم و بیش باز یک بخشی از جامعه آشنایی پیدا کرده. بخش‌های اصلی سپاه پاسداران، یعنی سپاه قدس، نیروی زمینی سپاه، بخش‌های پدافندی سپاه، بخش‌های آفندی سپاه، حقیقتش این هستش که برای جامعه ایران ناشناخته است. منتها از نظر ایدئولوژی، گفتم ایدئولوژی، و از نظر ذهنیت، نوع رفتار، پارادایم‌های رفتار واقعا فرق چندانی با سازمان اطلاعات سپاه نداره. یعنی همون طوری که نگاه فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه سناریو ساز هست،
توطئه‌گر هست، بخش‌های زمینی، بخش پدافندی، آفندی سپاه هم همینطور هست. خاطرتون هست که آقای محسن رضایی چند سال پیش، یک سال پیش، یا ناگهان گفت فلان عملیاتی که تو چند هزار ایران کشته شده، گفت این عملیات فریب بوده. یه سناریو خیلی ساده برای اینکه خودش رو تبرئه کنه. خیلی وقت هم سناریوها خیلی ساده انگارانه و ساده لوحانه هست. واقعیت هستش که توی این ماجرا سپاه چند بار دورخیز کرد که سناریو بسازه. اون چیزی که الان میدونیم این هستش که اون فیلمبردار رو در اطراف اون شرک بازداشت کردن. اونجا که ما میدونیم این هستش که مثل ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک گروه خرق و ساعه درست کردن به نام نمیدونم چی چیه، بررسی سایبر دانشگاه تهران از پردیس قم و بیانیه داد که ما به زرس قاطع میگیم یقیناً این نفوذ نمیدونم پک کردن شبکه پدافندی ایران توسط آمریکا بوده. به سمت روش‌های مختلف سعی کرد جهش کرد دورخیز برداشت که سناریو بسازه که هم خودش رو تبرئه کنه و هم نهایتاً بتونه به قول خودش تهدید رو به فرصت تبدیل بکنه. منتها خب ظاهراً اینجا جاییه که حسن روحانی ازش میترسه، بنابراین ممکن هست بخشی از انگیزه آقای روحانی این باشه که میدونه چه آسیبی رسید به افکار عمومی، میدونه حیثیت ایران رفت، میدونه شرکت‌های بین‌المللی دیگه به فضای ایران اطمینان نمی‌کنن، اون می‌فهمه چه بلایی سر حوزه امنیت ملی و حتی اقتصاد ایران اومد با این شلیک اشتباه. منتها فکر می‌کنم دغدغه اصلی او بیشتر کشوندن کشور توسط سپاه پاسداران بر اساس همین ذهنیت به یک سمت و تحویل دادن یک سناریو، یه سناریو خنده‌دار مثل سناریوی مربوط به قتل ندا آقا سلطان یا بقیه که دیدیم به افکار عمومی است. بسیار خوب. خب حالا این روزا به خصوص بعد از این واقعه خیلی دارن انتقاد میکنن و سپاه را به دروغگویی و انواع اقسام اتهام های دیگه متهم میکنن و حتی کسانی که تا دیروز طرفدار نظام حکومتی ایران بودن هم دارن انتقاد میکنن و لبه تیز همه اینها هم متوجه سپاهه. مثلا فرض کن حتی کسانی که مدت هاست منتقد، شخصی مثل آقای تاج‌زاده که مدت هاست منتقد حکومته و این حرفا رو به نوعی میزده، حتی اون هم میگه که من نقل قول میکنم اینجا ازشون، میگه این همه دروغ و پنهانکاری و فریب را در جمهوری اسلامی هرگز باور نمیکردم. چطور انتظار دارند که از این پس مردم حرفشان را باور کنند؟ خب حالا آقای طلعتی، چرا فکر میکنین و چطور سپاه به مرحله این مرحله ابرقدرتی رسیده که همه کار دستشه، در این حال هیچ پاسخی هم به هیچ کس نمیده؟ تشکیل سپاه تا الان دو تا واقعه رخ داده که سپاه رو تبدیل به فعال مایشا و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین المنت های جامعه ایران کرده. یکی اینکه سپاه کلن فقط در برابر فرمانده کل قوا یا ولی فقیه پاسخگو هست و به هیچ ارگان و به هیچ نهاد دیگه رسمی مملکت دیگه جوابگو نیست. از همین جهت هر کاری بکنه تنها پاسخ رو فقط با آقای خامنه ای بده، یعنی از پروسه پرسش سپاه و پاسخ کردن سپاه بیشتر نهادهای، یعنی تمام نهادهای کشور برکنار هستند. مجلس نمیتونه سوال بکنه، مجمع تشخیص مصلحت نمیتونه تو کارش دخالت بکنه، یعنی هیچ کس به هیچ شکلی در کار سپاه به غیر از فرمانده کل قوا که آقای شخص آقای خامنه ای هست نمیتونه دخالت کنه. از این جهت این یک قدرت بسیار زیاد سازمانی به سپاه میده که هر کاری دلش میخواد بکنه و در برابر هیچ کس پاسخگو نباشه. مسئله دومی که رخ داده به محاق رفتن سازمانهای رسمی کشور در برابر قدرت سپاه بوده. یعنی شما اگر دقت بکنید تمام سازمانهای رسمی کشور از وزارت اطلاعات گرفته تا ارتش گرفته تا نیروی انتظامی گرفته حتی وزارت خارجه به نحوی در برابر سپاه عقب نشینی کردن و وظایف خودشون رو به تدریج به سپاه واگذار کردن یا سپاه اینها رو به تدریج گرفته از اینها با اختیاراتی که از طرف رهبری و مأموریت‌هایی که از طرف رهبری بهش داده این اختیارات رو از سازمان‌های دیگه گرفته. مثلا از وزارت اطلاعات اگر دقت بکنیم خیلی از بحث‌ها رو گرفته. اگر قرار باشه تو اون کشور کسی معین بکنه کی جاسوسه، قبلا وزارت اطلاعات بود، الان به زور سپاه رو هم توی این قضیه وارد کردن. حتی هر مسئله‌ای که بخواید دقت بکنید سازمان‌های رسمی و دولتی توسط قدرت سپاه به کنار زده شدن و این سپاه هستش که به تدریج شرح وظایف اونها رو به عهده گرفته. این دو تا عامل باعث شده که سپاه به جایی برسه که عملاً در برابر دولت یک دولت دیگه‌ای رو مشاهده باشیم که میتونه روی عملکرد دولت مرکزی ایران کاملاً تأثیر بگذاره و بعضاً صدای
رؤسای جمهور از آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد، آقای روحانی رو هم در بیاره. این مسئله هستش. در واقع قدرت گرفتن سپاه مولود اون این دو تا عاملی بود که خدمتتون عرض کردم. بسیار خب، حالا من صحبت از این کردیم که به هر حال سپاه کارهایی میکنه در مورد افراد که آقای مهدوی هم بهش اشاره کردند و مخالفانش رو وادار میکنه که علیه خودشون دروغ بگن و بعد از همون دروغ‌ها و اعترافاتی که به زور گرفته شده علیه اونها در مراجع قضایی استفاده میکنه و اونها رو محکوم میکنه و بعد اونها رو به زندان میبره. حالا این شیوه آقای بهروی، این شیوه شکنجه کردن افراد و اعترافگیری در سپاه از کی شروع شد؟ البته این شیوه بود که در وزارت اطلاعات اجرا می شد، ولی در سپاه و در اطلاعات سپاه از کی شروع شد؟ ببینین، من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یه لحظه در واقع بستر بحث رو یه ذره از دید خودم مشخص‌تر بکنم. ببینین، این حرف و ادعا کاملا درسته که سپاه در واقع داره بر اساس یک ایدئولوژی عمل میکنه که ایدئولوژی جمهوری اسلامی، میخواد ایدئولوژی حکومت رو پیش ببره و حفظ بکنه، ولی این در واقع چه به لحاظ نظری مفهومی این اجازه رو به ما نمیده. یعنی ما نمیتونیم بر این اساس بیایم سپاه رو فرو بکاهیم یا تقلیلش بدیم به یک ایدئولوژی که در واقع همه چیش در اون خلاصه میشه. من اگر چند تا مثال خدمتتون بزنم، ببین سال 1998 وقتی طالبان دیپلمات های ما رو کشتن، ایران حمله نکرد اون موقع که حرکت کاملا در واقع غیر ایدئولوژیکی بود، حتی صف بستن در مرز ایران و افغانستان ولی حمله نکرد. و بحث برجام باز دوباره این قضیه رو نقض میکنه، با ایدئولوژی سپاه همخوانی نداشت و خب خیلی هم علیهش موضع گرفتن، ولی خب برجام اتفاق افتاد. یا همین بسیار مثال نزدیکتری بزنم، همین جریان انتقام از قاسم سلیمانی، خب اینها خودشون طوری تنظیم کردن، یه طوری اطلاع دادن که تلفات انسانی نداشته باشه. این هم باز اقدام واقع‌گرایانه بود. یعنی اینطور نیستش که همه چیز بر اساس در واقع ایدئولوژی پیش بره. منتها ایدئولوژی بله تأثیرش بسیار عمیق بوده در سپاه و این نگاه ایدئولوژیک باعث شده که یک سیاست‌های در واقع اشتباهی به لحاظ ساختاری شکل بگیره، از جمله اینکه تمرکز ضد اطلاعات و در واقع اون کانتر اینتلیجنس به اصطلاح ما، تمرکز این عملیات حالا ضد جاسوسی، ضد نفوذ، ضد اطلاعات در واقع افتاده روی نهادهایی که در واقع به غرب نزدیک هستن، یعنی اون نهادهای انقلابی، نهادهای سپاهی، اون هسته سخت قدرت، اینها رو در واقع باعث این تصور شده که اینها مسئولن از خیانت، مسئولن از درز اطلاعات، از نفوذ. و این و ما داریم الان تبعات این نوع نگاه رو، این نوع تصور رو در کشور میبینیم که اتفاقهایی که میفته و فضاحتهایی که به بار میاد، حالا چه برای پروژه های حکومتی، چه برای در واقع منافع ملی، چه برای پروژه هایی که هم بعد منفعت ملی دارن هم بعد حکومتی دارن، این فضاحتهایی که پیش میاد نتیجه در واقع تأثیر ایدئولوژی و شکل گرفتن این تصوراتی هستش که خدمت شما گفتم. مثلا شما همین سرقت اسناد هسته‌ای رو ببینید، از کشور بسیار رسوا کننده بود برای حکومت. یا همین ترور قاسم سلیمانی رو ببینید، الان بحث هستش که در واقع اون تو چه اتفاقی داره میفته که این همه داره فضاحت به بار میاد و این همه ناکارآمدی ما میبینیم، که در نهایت آخرش هم منجر شد به ساقط کردن هواپیمای در واقع اوکراینی و کشته شدن این همه آدم. اینکه من فقط این رو اضافه بگم، اینکه از کی در واقع شروع شده شکنجه، من فکر کنم از اول انقلاب، منتها انگیزه اصلی این شکنجه ها در واقع اینه که تقصیر رو از گردن خودش به گردن دیگران بندازه
که در جریان آقای مازیار ابراهیمی اون بحث هسته‌ای ما دقیقاً اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم به اون، یعنی حالا بسیار خوب، حالا از هر مقطعی که شروع شده، ولی آقای مهدوی آزاد بارها برای مردم ثابت شده بسیاری از کسانی که زیر شکنجه اعتراف کردن علیه خودشون و تا محکوم شدن، اینها بعد اومدن بیرون و تمام و کمال ماجرا رو توضیح دادن و گفتن که به زور از اینا اقرار گرفته شده، گفتن حتی آقای مازیار ابراهیمی که آقای بهروی بهشون اشاره کردشون گفتش که مثلا جایی که قرار بوده اون منفجر کرده باشه و اونجا اعتراف کرده که من منفجر کردم، در مصاحبه‌ای که در یک برنامه خودم برنامه به عبارت دیگر با من باش داشتم، ایشون گفتش که مثلا نمیدونستم اونجا کجاست، یعنی توی صحبتایی که مجبور میشدن اعتراف تلویزیونی بکنم به من راهنمایی میکردن که من درست بگم که اونجا کجاست. ولی با اینکه بارها و بارها این مسئله افشا شده و هم میدونن، ولی باز هم همین کارا رو دوباره میکنن. فکر میکنین چرا اینقدر سپاه بی‌اعتناست نسبت به افکار عمومی و مردم که دربارش چه فکر میکنن؟ با کمال میل ببینید، البته شما میدونید بهتر از من که این ماجرا ابراهیمی مال وزارت اطلاعات آقای مصلحی بود. ما داریم راجع به کل صحبت میکنیم، سپاه این کار البته میکنه. من واسه کسانی که ملا نقطی هستن بعدا میخوان ایراد بگیرن بگن سپاه نبوده، میگم میدونیم بله این کار وزارت اطلاعات مصلحی بود، ماجرا اعترافات آقای مازیار ابراهیمی. ببینید سپاه الان کلی کل به نظر من یه مافیاست، منتها اینا از ابتدای انقلاب حیولا که نبودن. یک سیر آقای بهروش گفت تلویحاً یک سیر تکوینی اتفاق افتاده، یعنی ابتدای انقلاب اولین مشکلشون هستش که اینا یک مش جوان کاملا بی تجربه کشور رو گرفتن در دستشون، سقف تجربهشون این هستش که در اردوگاه‌های مربوط در لیبی یا غیره یه سری آموزش چریکی در مورد مبارزه با اسرائیل دیدن، هیچ تجربه دیگه‌ای ندارن، آدم‌های فاسدی هم نیستن، آدم‌های خیلی خوبی هستن. بلا فاصله میان وارد ماجرای جنگ میشن، 8 سال خوب کشته میرن، میکشن، تو طول جنگ چیزایی یاد میگیرن. اولین تجربه عینیشون با دنیا بعد از سال 68 شروع میکنن، با کره شمالی میرن، یه سری دوره آموزشی در کره شمالی میبینن یا در حکومت حافظ اسد، دوباره تجربهشون اولین آموخته‌هاشون از دنیا میشه آموخته‌ها جهان بینی ایدئولوژی یا جهان بینی کره شمالی یا حزب بعث حافظ اسد. همینجوری ادامه پیدا میکنه تا از یک مقطعی دیگه وارد فعالیت اقتصادی به این شکل فعلیش میشن، چون در فعالیت اقتصادی از همون اول انقلاب بودن، اساسا این فعالیت اقتصادی پایه ریزی شد که هزینه ها بودجه لازم برای فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه، چون این بودجه می‌دونید در لایحه بودجه نیست، در بودجه‌های محرمانه هم نیست، از اونجا تامین میشه. بعداً سردارا خود رفتن سراغ فعالیت‌های اقتصادی و یه شکل فعلی شد. اما معادلات ذهنی به فرماندهان سپاه با معادلات ذهنی من و شما فرق داره، یعنی بر مبنای معادلات ذهنی ما این سوال منطقی رو می‌پرسیم که آقا این که می‌دونه که هیچکس باور نمی‌کنه، پس چرا دوباره این خطا رو داره می‌کنه؟ سپاه الان دو تا سه تا خبرگزاری داره، یه تعداد زیادی روزنامه، یه تعداد زیادی وبسایت، تلگرام، ده ها شبکه اطلاع رسانی. ببینید در هیچ کدام از این رسانه ها از ابتدایی که تأسیس شدن تا الان شما خط مشی تبدیل مخالف موافق رو نمیبینید. این شورای قشنگ مال بخش تکنوکرات حکومته. شما هیچ کدام از فرماندهان سپاه، هیچ کدام از این جریان آقای خامنه‌ای همچین شعاری نشنیدید. اتفاقا شعاری که شنیدید میگه آقا این حرفا چی انصر به رو. ببینید معادلات ذهنی فرماندهان سپاه این هستش که جامعه به دو بخش تقسیم میشه. یک بخششون بچهای خودی، بچه مسیجی ها، بسیجی ها، بچه هیئتی ها، مذهبیون، طبقات محروم در ارتباط با ما، کمیته امدادی ها، اینا هستن. برای اونا کم نمیذاره، برای اونا واقعا توی سیل که میاد میره تا پاچش تا شلوارش تا کمرش میره توی آب. ما با ذهنیت خودمون میگیم داره کار پوپولیستی میکنه، واقعا داره کار عوام فریبی میکنه، منتها او با هدف نشانگذاری اثرگذاری بر اون طبقات داره این کار میکنه و کارش هم موثره. از ذهنیت، از نگاه او بر مبنای ذهنیت او، بقیه جامعه که میشیم همه ما، یعنی میشه از شاهزاده رضا پهلوی تا محمد خاتمی، میشه نمیدونم از تمام جامعه میشه، یعنی فاصله فرقی نداره دیگه، چپید شما، دموکرات، جمهوری خواهید، سلطنت طلبی، منتقد حکومتی، مجموعه اینا کسانی هستن که میگن تحت تاثیر پارادایم یا تحت تاثیر گفتمان تبلیغاتی پروپاگاندا ما قرار نمیگیرن. نظرش برای این جامعه هست که اینها باید اطاعت کنن، اینها باید تمکین بکنن، حالا یا باید بترسونیمشون یا انصر به رو یا ازش اعتراف میگیریم یا میزنیم پس سرش یا با حرف خوب و یه بعضی وقتا یه دونه پروژه دارن ساکتش میکنیم. برای این چرا این کار رو میکنه؟ در یک جمله برای اینکه از این کار منفعت میبره، اون طبقه محروم خودش، اون طبقه که حامی بالقوهش هست، طبقه که هموندش هست در بسیج، این حرفا رو باور میکنه، اعترافات مازیار ابراهیم رو او باور میکنه، پس به او خوراک تبلیغاتی میده و بقیه جامعه هم که ما باشیم میترسیم، میگیم ای بابا این بلا رو سر ما هم میاره و ساکت میشیم. آقای طلعتی،
شما توضیح دادین که مثلا سپاه و به خصوص اطلاعات سپاه چه مرحله‌ای به چه شکلی به این موقعیت ابرقدرتی رسید در واقع در داخل، ولی آیا فکر میکنید در سال 88 که به اصطلاح اون معاونت اطلاعات سپاه رو تبدیل کردن به سازمان اطلاعات سپاه یک نقطه عطفی بود برای قدرتگیری بیشتر سپاه؟ ببینید این کاملا درست هستش، ولی این یه قدم اگه برگردیم عقب، با کشف و افشای قتل‌های زنجیره‌ای به صورت کلی وزارت اطلاعات اطمینانش خدشه‌دار شد از طرف حکومت و از طرف رهبری، به خاطر اینکه هم به یه نوعی زیر نظر دولت قرار داشت و هم به نوعی یه مسائلی توش اتفاق افتاده بود که به بیرون درس کرده بود. بنابراین در نبود وزارت اطلاعات که تا اون زمان بیشتر سرپل‌های اطلاعات امنیت داخلی و امنیت خارجی دستش بود، باید این وظایف به ارگان دیگه‌ای سپرده می‌شد. این ارگان هم سپاه بود که تا اون زمان به دلایل مختلف زیر سایه وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و سال‌ها بود که منتظر یک همچین فرصتی بود تا از زیر سایه وزارت اطلاعات توی امنیت داخلی و امنیت خارجی در بیاد. بنابراین قتل‌های زنجیره‌ای بهترین فرصت برای اطلاعات سپاه بود که بتونه جای وزارت رو در زمینه داخل و در زمینه خارج بگیره. بعد از این قضیه هستش که شما میایید سازمان درست میکنید. وقتی سازمان درست میکنید، سازمان به یه نوعی توی چارت تشکیلاتی از اداره و معاونت و واحد اینها بالاتر هست، یعنی یه حالت استقلال در برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای مأموریتش داره و کمتر با فرماندهی کل نیروی، مثلا فرمانده کل سپاه در تماس است، فرماندهش مستقیما از طرف آقای خامنه ای وضع میشه و سیاست‌های و مأموریت‌هاش هم از طرف ایشون تعریف میشه. بنابراین استقلال بیشتری داره و امکانات بیشتری رو جذب میکنه. از این نظر هستش که اختیارات بیشتری هم بهش واگذار میشه و ما میبینیم که تو زمینه برخورد با معترضان داخلی بخش‌هایی از داخل سپاه، مثلا حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهاشون رو میدن به سازمان جدیدی که تأسیس شده و تمام نیروهایی که قبلا از وزارت اطلاعات هم کنار گذاشته بودن و سابقه سپاهیگری داشتن به این سازمان منتقل میشن و تجربیاتشون رو در اختیار این سازمان قرار میدن. و از این جهت هستش که از این به بعد هستش که حرف شما کاملا درسته، سپاه حرف اول رو توی امنیت داخلی میزنه و همه خودشون رو باید با سپاه توی این قضیه هماهنگ بکنن. حالا در بعد از اینکه این تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، در آبان ماه هم ماه گذشته اعلام شد که به اصطلاح این عنوان سازمان اطلاعات بودن دوباره ادامه پیدا میکنه، تمدید شده. آیا این به این معنا بود که اون ایده اولیه این بود که به هر حال این به صورت سازمانیش، عنوان سازمانیش یک عنوان موقتی بوده که در آبان این رو تثبیت کردن دیگه؟ ببینید شما اگر به خود کل سپاه نگاه بکنید، از همان زمان جنگ یه چیزی که توی سپاه دائما داره اتفاق میفته تغییر و تحول در چارت سازمانی و ساختاری سپاه هستش. یعنی ما هیچ ساختار ثابتی رو در سپاه نمیبینیم که بیشتر از 5 سال یا 6 سال یا نهایتاً 10 سال دوام آورده باشه. تو زمان جنگ ما تقسیم سپاه رو به سپاه کشوری، سپاه منطقه‌ای، سپاه استانی، به همه اینها شاهد بودیم. حتی ببخشید یه خاطره من هست تو ذهنم، تو یکی از قرارگاه‌ها بود، از آقای قربانی فرمانده اصفهانی لشکر اصفهان پرسیده بودن که ایشون پرسیده بود که چرا انقدر سازمان هی در حال تغییره، در زمان جنگ نمیشه که سازمان هر روز تغییر پیدا بکنه. گفته بود که این دو تا خاصیت داره، یکی اینکه دشمن نمیفهمه ما چی کار میکنیم، یکی اینکه خودمونم نمیفهمیم چی کار میکنیم. یعنی این بحث از اون اول وجود داشته و سپاه نتونسته سازمان مطلوب خودش رو در راستای مأموریت برای خودش پیدا بکنه و به همین دلیل هستش که این سازمان مدام در حال تغییر هستش. و این رو ما تو قضیه هم اطلاعات می‌بینیم که اول واحد اطلاعات بود، بعد معاونت اطلاعات شد، بعد اداره اطلاعات از دلش در اومد، سپاه قدس از دلش در اومد. یعنی این مدام در حال تغییر تا شکل آتی خودش رو پیدا بکنه. سازمان مورد نظر شما هم
ممکنه اول موقتی بوده، ولی به دلایل وضعیت خاص مملکت و به خاطر شرایطی که توش هستن مأموریتش ادامه پیدا کرده. ممکنه این سازمان از نظر ساختار تشکیلاتیش دچار دگرگونی هایی بشه، ولی مأموریت به جای خودش باقیه و اون هم کنترل و حفظ مملکت در برابر اعتراض و ناآرامی هایی هستش که صورت میگیره و از نظر اینها خطر تهدید میشه بر علیه امنیت ملی. آقای بهروش، در اعتراضات اخیر، به خصوص اعتراضات که بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری صورت گرفت در خیابان‌های ایران و شهرستان‌ها، بیش از همیشه و صریح‌تر از همیشه شعار علیه شخص آقای خامنه‌ای داده می‌شد و بسیاری خواستار این بودن که ایشون کنار بره. حالا علی‌رغم اینکه این برخوردهای تند و خشین نسبت به معترضین صورت گرفت، ولی ته دلشون شما فکر میکنین که احیانا ممکنه این پیغام رو گرفته باشند که ناچارن یک تغییری در ساختار و بنیاد نظام و به خصوص در رهبری جمهوری اسلامی ایجاد بشه؟ بله، ببینید، من فقط خیلی سریع یه اشتباهی رو که کردم اصلاح بکنم. پیرو به صحبت‌های آقای مهدوی آزاد در جریان دانشمندان هسته‌ای، بله، بحث وزارت اطلاعات بود و در واقع همونطور که از مصاحبه‌هایی که با آقای ابراهیم مازیار ابراهیمی برمیاد، در واقع اونجا سپاه به عنوان ناجی ظاهر شد. درسته آقای بهروش، اینو من خودم متوجه این قضیه بودم، برای که من خودم با آقای مازیار ابراهیمی صحبت کردم و ایشون هم خودشون رو در واقع به طوری مدیون سپاه میدونستن از نظر زندگیش، ولی روش رو داشتن میگفتن که این روش از اطلاعات به سپاه، حالا برد ابراهیمی در اطلاعات بود ولی بقیه‌اش سپاه، سازمان اطلاعات سپاه بودن. بله، بفرمایید. درسته، حالا بعدم بحث مویتیستا تکرار شدیم، ولی بگذاریم از اینها. درباره در واقع سوالی که پرسیدید، بله، در آخرین دور اعتراضات شعارها خیلی بنیادی تر شد و خیلی در واقع آشکارتر شد دیگه. ما مثلا شعاری درباره نمیدونم توقف فلان سیاست یا برچیده شدن فساد یا اصلاحات و اینها ندیدیم و این رفته رفته در واقع این پرده ها داره کنار میره، یعنی این صراحت در طور جمعی در متن جامعه ایجاد میشه. من فکر میکنم حتی به خاطر بقای خودش هم که سیستم شده به این مسائل فکر میکنه که به هر حال باید یه کاری بکنه که دیگه وضعیت از این وخیمتر نشه و مثلا این شک و شبه ها، این اعتراضات به بدنه نظامی و امنیتی حکومت به شکلی رخنه نکنه که در واقع این دستگاه از داخل هم بپاشه. منتها اینکه این نگرانی ها رو سیستم داشته باشه، من فکر کنم مطمئنن داره و بر اساس شواهد و قرائن هم شما لای خطوط میبینین، اینکه به توانایی این رو داشته باشه که اینها رو عملی بکنه، اصلاح بکنه، اینش یک بحث جدا هست. ببین، منافع زیادی این وسط مطرح هست که به هر حال یک سری از منافع باید زیر پا گذاشته بشن برای اصلاح امور یا برای تغییر رویه. این وسط بحث حالا ایدئولوژی هست مطرح شده، بعد این وسط این بحث هم هستش که اون تغییری که اگر اینها بخوان اعمال بکنن یه طوری اعمال بشه که از کنترل خارج نشه و تجربه یک سری کشورهای دیگر رو پیدا نکنه. تمامی این عوامل ساختاری و همچنین خب رقابت‌هایی که در داخل هست، منافع کلانی که در داخل هست، تمامی اینها اصلاح رو بسیار سخت میکنه و از قضا خطر هم در همین نقطه است که ما داریم به نقطه رسیدیم، چه بسا رسیدیم که دیگه بی بازگشت، حتی اگر اینا بخوان هم اصلاح بکنن ممکنه به این راحتی دیگه صورت نگیره. دقیقاً، هم به همین دلیل هم به هر حال یک موضوع دیگه ای هم که هست اینه که بارها از طرف رهبران جمهوری اسلامی اعلام شده از شخص خود آقای خمینی به بعد که به اصطلاح مصلحت نظام و بقای نظام اوجب واجبات از نظر، چه خیلی مسائل رو میشه صرف نظر کرد ازش و برای اینکه اون اصل نظام بمونه. این سوال مهمیه. آقای دوست دارم که آقای مهدوی و آقای طالعی هم آقای طلعتی هم جواب بدن به این قضیه. آقای مهدوی، نظر شما در این زمینه چیه؟ شما میگین که یعنی این به اصطلاح عامیانه دوزارشون احیانا افتاده، ممکنه یه وقتی تغییراتی، شاهد تغییراتی باشیم در نظام جمهوری اسلامی؟
به دوزاری که مدت های زیادی افتاده، در واقع از سال 76 20 ساله میفهمن نه هر بار انتخابات برگزار شده و مردم شرکت کردن، خب اکثریت رفتن سراغ اون کسی که خلاف بیت رهبر است. این بعدا تو خاطرات آقای ناطق میخونید که اصلا خودش تقریبا به آقای خامنه ای هم گفته، خوب میشناسن. اصلا من معتقد نیستم که و موافق نیستم کسانی که میگن بله خامنه ای نمیشناسه جامعه ایرانو، خیلی خوب میشناسن. منتها مشکل همین جاست که به بنبست رسیدن، یعنی دوچار، یعنی اینکه میگن کشورهای تمامیت خواه دیر تصمیم میگیرن، واقعیت نیستش که قدرت مانور ندارن. ببینید اگر قرار باشه یک ذره الان در حوزه اجتماعی تغییر بدن، مثلا فرض کنید در مورد حجاب بپذیرن بی حجابی وجود نداشته باشه، این به معنی است که به سادگی به معنی است که حکومت اسلامی از بین رفته، یعنی به معنای پس گرفتن ایده‌هاشون هست. اگر قرار باشه در سیاست داخلی واقعا یک انتخابات آزاد، حتی شبه آزاد برگزار بکنن، به سادگی ظرف چند روز این انتخابات تمامی این ساختار موجود رو میشوره و خب یک کسانی تو مجلس میان، در دولت میان، قدرت در دست میگیرن که کامل تمام سیستم رو برخواهند انداخت و بر مبنای همون انتخابات تازه نسل بعدی روی کار خواهند آمد که همون میان روها رو هم برخواهند انداخت. اگر قرار باشه به فرض دخالت سپاه در اقتصاد رو کم بکنن، پس این پول عظیم مربوط به سیاست صدور انقلاب رو کی قراره تأمین بکنه؟ یا اگه قرار باشه سپاه نقض حقوق بشر نکنه، این به معنی است که به معترضین باید اجازه بدن. خب چجوری میشه حکومت رو حفظ کرد؟ واقعیت این هستش که کف تغییراتی که الان در جامعه مورد انتظار هست، این کفش، یعنی حداقل انتظاراتی که مورد نظر بخشای بزرگی از جامعه هست و نیازی کشور برای بیرون رفتن از این بحران، اینا همش خطوط قرمز جمهوری اسلامی است، همش در واقع فرایندهای ایدئولوژیک، پایه‌ها، زیربناهای ایدئولوژیک یا زیربناهای امنیتی جمهوری اسلامی است. تصور نمی‌کنم حکومت بتونه از چنین چیزی خلاص بشه. ایده های مثل ظهور خروشچوف هم فکر نمی کنم در ایران فایده داشته باشه. میشنویم از بخش های از روحانیون ناراضی در ایران که حالا مثل ماجرای اتحاد جماهیر شوروی یکی بیاد مثل خروشچوف همچنان که انداخ همه زیر سر کس دیگری، هم بگه آقا همه زیر سر علی خامنه ای بود از امروز. فکر نمی کنم این ایده ها موفق باشه. یا شاید آقای مدنی مثل گورباچوف که اخیر بود به هر حال قبل از خروشچوف که نظام رو کنفایکون کرد. در واقع آقای طلعتی، نظر شما در این زمینه چیه؟ به خصوص صحبتایی که آقای بهروش نظرشون اینه که ممکن یک نگاهی دوباره بشه به از طرف رهبری و رهبران جمهوری اسلامی، ولی آقای منتوی آزاد معتقده که هر جا دست بذاره منجر به این میشه که مجموعه نظام از هم بپاشه. نظر شما چیه در زمینه؟ ببینید من توی این قضیه طرف آقای منتوی آزاد رو میگیرم. ببینید وقتی به تاریخ تشیع نگاه میکنیم، از قضیه سقیفه بنی ساعده مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی از هم جدا میشه و در طی تمام این 1400 سال تشیع به دنبال این هستش که اینها رو در یک جا به هم وصل بکنه، کشته میده، نیرو پرورش میده، کتاب مینویسه، زندگی مخفی میکنه، تمام اینها رو به جون میخره. در بهمن 57 میاد اینها رو در جمهوری اسلامی دوباره اینها رو به هم دیگه ملحق میکنه، یعنی برای اولین بار در تاریخ تشیع، حالا بگذاریم چیزایی تو تاریخ اتفاق افتاده، به صورت رسمی در جهان مدرن جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و از نظر مذهبی میشه یک قدرت شیعی. بعد از این هستش که شروع به ترسیم خط قرمزهاش میکنه. اولین خط قرمزش هم هستش حفظ نظام. حفظ نظام از اوجب واجبات هست. وقتی که این رو مینویسه اون بالا، تمام مسائل به شکل امنیتی در میان، یعنی حتی آقای خاتمی هم یک حرفی بزنه امنیتی میشه، آقای موسوی هم یک حرفی بزنه امنیتی میشه، یه بازی فوتبال هم اگر برخلاف این چیز باشه کاملا امنیتی میشه، حتی مسئله حجاب امنیتی میشه. بنابراین وقتی که امنیت حرف اول رو میزنه، به تدریج تمام خطوط قرمز به قدری دور نظام رو میگیره که هر جا بخواد سازش بکنه در واقع عبور از خط قرمزهاشه و به نوعی ضربه زدن به همون اصل اولیه که همه چیز متاسفانه فعلا در تضاد با اون قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا اگر چیز کنه، تصور اینا البته اینه، با آمریکا بخواد مذاکره بکنه عبور از خط قرمز، اگر بخواد آزادی در داخل به مردم بده عبور از خط قرمز. بنابراین به قدری در چنبره این خطوط قرمز خودش گیر کرده که نمیتونه
واقعا کار درستی بکنه و این تعبیر آقای مهدوی آزاد کاملا درسته، در یک بنبست کامل قرار گرفته. آقای طلعتی از طرف دیگه بر اساس همون اصل که خیلی در جمهوری اسلامی بهش معتقدن، یعنی حفظ نظام از اوجب واجبات است، ممکنه اینها به این نتیجه برسن که واقعا خود نظام داره از هم میپاشه. یعنی الان خیلی معتقدن که یک بحران عظیمی در داخل کشور در جامعه وجود داره که مردم دیگه واقعا جونشون به لبشون رسیده، صحبتایی که همه دارن میکنن، یعنی حتی امروز ها در داخل کشور هم شما متوجه هستین که این صحبت ها داره میشه که به هر حال مردم نمیخوان دیگه به شیوه گذشته حکومت بشند. از طرف دیگه در داخل حاکمیت هم دچار بحران دو دستگی و چند دستگی به وجود اومده، ممکن به مرحله برسه که اصلا دیگه امکان حفظ نظام وجود نداشته باشه برای خودشون. شاید در اون جهت بتونن یک تغییر اساسی بدن که شاید حداقل عده‌ای در جامعه رو به طرف خودشون جلب کنن. ببینید اینها تغییراتشون تغییرات تاکتیکی هستش. ما دو تا مقطعی به صورت کلی حیاتی برای نظام داشتیم که اصل همه چیز زیر سوال بوده. یک بحث بعد از زمان قطع، بعد از جنگ بود که آمریکا به پایانهای نفتی ایران و به هواپیمای مسافربری حمله کرد. اونجا بود که ایران رفت قطعنامه 598 رو قبول کرد، چون اصل نظام زیر سوال بود. یکی هم دوران قبل از برجام هستش، یعنی تقریبا هممون هر شب می‌خوابیدیم با این دید که فردا احتمالاً جنگ خواهد شد. یعنی اونجا بود که نظام به دلیل قطع منابع مالیش، به خاطر در انزوا گرفتن، انزوا قرار گرفتن در سطح جهانی، به دلیل اجماع کلی جهان بر تحریم ایران، به جایی رسیده بود که به صورت کلی تمام کارکردهای مهمش در زمینه حفظ امنیت داخلی و امنیت خارجی نظام مختل شده بود. بنابراین تنها راهی که میدید یک حرکت تاکتیکی و نشستن پشت میز مذاکره بود تا بتونه این خطر رو از سر خودش دور بکنه. بنابراین بله، امکان داره به خاطر این درک از موقعیت نظام دست به حرکت‌های تاکتیکی به این شکل بزنه، اما تغییر در استراتژی کلیش به نظر من چیزی هستش که اتفاق نخواهد افتاد، حتی اگر کل جریان اجتماعی هم بر علیه استراتژی کشور باشن. فعلا دیدشون به این هستش، هر تغییری هم صورت بگیره به نظر من تغییر پایدار نخواهد بود، بلکه یه تغییر تاکتیکی خواهد بود. آقای بهروش، برگردیم به خود سپاه. سپاه الان در یک موقعیت قرار گرفته که در یک موقعیت بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی قرار گرفته و فرماندهان سپاه دارن اینجا و اونجا تلاش میکنن به نوعی برحال اون اعتبار رو اعاده حیثیت بکنن از خودشون. در واقع صحبت های سخنرانی های زیادی این برونبر میکنند، مثلا این صحبت هایی که رئیس فرمانده کل سپاه در پارلمان کرد. درست. بله آقای فانی، فقط ببین من یه لحظه حرف شما رو که من رو نقل کردین اصلاح بکنم. من گفتم، من نگفتم که حکومت یه فکر دیگری خواهد کرد. من اینقدر خوشبین نیستم، خیلی بعید میدونم. گفتم که متوجه میشه که این مسیر به جای خوبی نمیانجامه و حتی بقای خودش رو هم میتونه به خطر بندازه. منتها به خاطر منافعی که این وسط شکل گرفت، منافع کلان، نمیخوان و به خاطر ترس از اینکه از دست بره نمیتونن، اون جرأتش رو پیدا نمیکنن، مخصوصا الان که کشور تو شرایط جنگیه و اینها لااقل به خاطر اینکه نشون بدن در مقابل فشار خارجی کم نیاوردن، در واقع تغییر رویه نمیدن. و اصلا این بحث بنزین هم که آقای خامنه ای مخالفت کرد با این قضیه، با حتی وقتی که اعتراضات هم در جریان بود، نمایندگان مجلس میخواستن طرح افزایش قیمت بنزین رو لغو کنن ولی آقای خامنه ای مخالفت کرد. یک دلیلش به خاطر این بود که این سیگنال رو به بیرون نفرسته که فشار حداکثری تاثیرگذار بوده. تجاست من این رو در واقع خواستم. بسیار خیلی ممنون که این توضیح رو دادید. حالا اجازه بدید این صحبت‌های فرمانده کل سپاه رو بشنویم و بعد سوالم رو دوباره مطرح می‌کنم. تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم میکنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران میکنیم. اجازه نمیدیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم استوار مثل ستون،
تیر میخوریم، نمی نشینیم، زانو نمیزنیم. مطمئن باشید تا ما هستیم هیچ کس در همه قدرت ها با هم متحد بشن امکان نداره اجازه بدیم تار موی از سر شما و مردم ما کم بشه. آقای مهدوی آزاد، چون فکر میکنین که چه میزان از مردم ایران در واقع از این صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران احساس آسوده خاطری خواهند کرد از این به بعد؟ ببینید، موقعی که شما به پدیدارشناسی شکلگیری چیزی به نام ذهنیت امروز، همچنین گفتم سپاه یک ذهنیت، فقط مهم نیست ساختارش، یک ذهنیت نگاه میکنید، پدیدارشناسی میکنید ماجرا رو، ببینید سپاه قبل از این که یا بیش از اون که تحت تاثیر تشیع و علوی بوده باشه یا علی شریعتی بوده باشه یا نمیدونم اخوان المسلمین بوده باشه، تحت تاثیر حزب بعث بوده. یعنی برای 8 سال با حزب بعث عراق جنگیده، همه آن چیزی که از دنیا یاد گرفته از صدام بوده، اون الگوش بوده، اونو داشته میدیده، می‌خواسته با اون بجنگه، جوانای بی تجربه، و بعدش هم تا سال 76 که در واقع آموزشی که در سوریه داشتن دوران حافظ اسد و غیره و کره شمالی. توی این ذهنیت حقیقتش رو بخواید، مردم یعنی حامیان، تعریفی که از مردم ارائه میشه یعنی عیال ما، یعنی بعضی وقتا اینا میگن اصلا مردم، یه حدیث میخونن مردم عیال حکومت هستن، این یعنی حامیان ما. خودش رو به سخنرانی خود آقای خامنه ای هم که نگاه بکنید، حتی ایشون در جمع دانشجو به صراحت میگه دانشجویی که متوجه نیست که غرب داره چه کارهایی واسه ایران میکنه، چه بلای سر ایران میاره و اینا، و حاضر نیست مقابل این کارهای غرب بیسته، یعنی حتی هم میگه دانشجویی که ایدئولوژی منو باور نمیکنه، میگه شایسته این نیست که بهش بگیم جوان ایرانیه، نمیگه حتی جوان انقلاب، میگه جوان ایرانی است. در عمل هم همچین هستن، منتها اتفاقی که افتاده روز به روز دیگه الان شده روز به روز از سبد حامیان آقای خامنه ای کم شده. شما تو همین یک ماه اخیر رو نگاه بکنید، بعد از ماجرای حمله به بوئینگ اوکراینی در واقع ایران پذیرفت، شما تعداد زیادی از نیروهای مذهبی، من اسمش رو میذارم نیروهای مذهبی پاکدامن، اونایی که پولی از بسیج نمیگیرن، به حکومت اعتقاد دارن، تو شبکه مجازی میبینید که اصلا شوکه شدن، دارن فحش میدن، میگن شما با دروغ گفتید. چند روز قبلترش رو میبینید ایران انتقام سخت گرفت، شما میبینید در شبکه مجازی تعداد زیادی دوباره از همین آدما عصبانی شده بودن، از حامیان حکومت، که شما مگه نگفتید انتقام سخت، بچه‌ها ساخت و پاخ کردید با آمریکایی ها، اینکه واضحه شما ساخت و پاخ کردید، سوله خالی رو زدید. چند روز قبلترش میبینید یه تعدادی از نیروهای اصولگرای هوادار آقای خامنه، یکی از شاخصاشون مثلا سعید زیباکلام، برادر صادق زیباکلام، که همیشه به اون میگفتن اصولگرا، به این میگفتن اثبات طلب، اینها نامه مینویسن به آقای خامنه ای، نامه سرگشاده مینویسن و ازش انتقاد میکنن که چرا مردم سرکوب کردی، که چرا تو بنزین اینطوریه. کمی دوباره چند روز قبلترش میرفتید در ماجرای اعتراضات آبان ما، شما یه عالمه انتقاد میبینید، یکی از معروف ترین فعالان حکومتی ایران که متولد آمریکا بود، حالا من دیگه اینجا اسم نمیبرم، تو توییتر همه میشناسنش، او بعد از این ماجرا گفت دیگه من حامی جمهوری اسلامی نیستم، دیگه من از ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی حمایت نمیکنم، خیلی حال دچار ریزش شدم. واقعا نیست که روز به روز سبد حامیان حکومت داره کمتر میشه، مخاطبانش داره کمتر میشه، و این سیاست اعتراف گیری، سیاست فیلم ساختن، این در واقع حرفایی که سردار سلامی تو مجلس زد، اینا همش واسه نگه داشتن همون بخش کوچک. آقای بهروش، نظر شما در این زمینه چیه؟ شما فکر می‌کنین که با این صحبت‌هایی که این فرمانده کل سپاه پاسداران کرد و دیگران دارن می‌کنن، به خصوص از جانب سپاه، به نوعی می‌خوان دلجویی بکنن از مردم و اعتماد مجدد مردم رو جلب بکنن، شما می‌کنین که موفق خواهند شد؟ در واقع مخاطب اصلی این حرفا کلیت مردم یا جامعه هست. من تصورم اینه که متاسفانه سپاه تا حدی میشه گفت که بیخیال اون قشر عظیم در واقع ملت شده، و الان مخاطب اصلی یا لااقل اولویت اصلی نگه داشتن این بدنه حامی هست که حاضره، که همچنان به حال اعتقادی به جمهوری اسلامی داره و حاضره برای حفظ جمهوری اسلامی فداکاری بکنه. الان خطری که اینها احساس میکنن اینه که این بدنه حامی در واقع داره میریزه، هم به واسطه ناکارآمدی، به واسطه فساد، به واسطه اون تناقض‌هایی که در رفتار سپاه هست، به واسطه اینکه کار ما الان به اینجا کشیده، در واقع فرماندهان سپاه با این صحبت ها و با این اطمینان بخشی ها دارن سعی میکنن جلوی ریزش اون بدنه حامی رو بگیرن، همونطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتن. من
اونقدر خوشبین نیستم که مخاطب این حرف ها ملت هست. و شما رفتار رو هم ببینید، اونجا دارن دلجویی میکنن، میگن ما مثلا از شما مراقبت میکنیم، ولی همین که اعتراضات میشه بلافاصله نیروهای سپاه بسیج اینها میریزن سرکوب میکنن، یا مثلا خودشون رو سپر مردم، سپر بلای مردم میدونن، ولی همین که تحریم میشه اینها با مثلا افزایش قیمت بنزین میان فشار رو انتقال میدن به جامعه. مخاطب این حرف ها از نظر من جامعه نیست، اون قشر در واقع هسته حامی حکومتی که حالا چند میلیون احتمالا این نفر باشن، نمیشه اندازه گیری کرد به این راحت. آقای طلعتی، شما فکر میکنین که این اتفاقی افتاد و نحوه برخورد سپاه بعد از اون و به هر حال حرفای نادرستی که زده شد، تئوری پردازی های بی خودی که شد و همه غلط از آب در اومد، یک نوعی ضربه اساسی و کاری ممکنه به سپاه باشه؟ ببینید، به کارکرد سپاه قطعا تأثیر خاصی نخواهد گذاشت، ولی همونجور که دوستان هم گفتن به وجهه سپاه در داخل و حتی در بین کسایی که در خارج از ایران هم هستن خدشه وارد خواهد کرد. این یه چیز طبیعی هستش. سپاه یک سازمان عریض و طویل هستش که نیروی دریایی داره، نیروی هوایی داره، نیروی زمینی داره، نیروی مقاومت داره، نیروی قدس داره. تمام اینها قاعدتا موجب این نخواهد شد که نقش سازمانیش در کشور تضعیف بشه و یا تغییر و تحول خاصی درون سازمان به وجود بیاد، ولی به صورت کلی اون اعتبار سپاه به صورت کلی زیر سوال خواهد رفت. تا حالا فرض بر این بود که یک سازمان حرفه‌ای هستش، یک سازمانی هستش که میتونه تمام عوامل خودش رو به صورت مؤثر کنترل بکنه، ولی بعد از این واقعه، البته یه چیزی رو هم باید در نظر بگیریم، این قضیه یه قضیه‌ای هستش که هر جا میتونست اتفاق بیفته، بحث اتفاق نیست، بحث شیوه برخوردی هستش که اینها با این قضیه کردن، یعنی بحث اینکه پنهان کردن این قضیه رو و بحث اینکه دروغ گفتن به مردم، چون از اون به بعد که اعتراف کردن یه بحث حقوقی میشه، یه بحثی میشه که باید از نظر حقوقی رفت دنبال اینکه کی مقصر بوده، کجا تقصیرکار بودن، غرامت چه جوری پرداخت بشه. تو این قضیه یه بحث کاملا کارشناسیه، بحث برمیگرده به قبل از این قضیه. بنابراین توی اون قضیه که سپاه میتونست اعتماد مردم رو با شفافیت و با شجاعت جلب بکنه، متاسفانه از بین رفت و تمام اون حمایت‌هایی رو هم که نظام در واقع از کشته شدن آقای سلیمانی به دست آورده بود در بین مردم، یا اون هم با این متاسفانه با این اشتباه از بین رفت. بنابراین به خود سازمان سپاه قطعا تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. البته من یه چیزی رو بهتون بگم، اگر سپاه یک سازمان حرفه‌ای باشه که به نظر من تا حدی هم هست، باید بره دنبال این که ریشه های این مشکل رو پیدا بکنه، ارزیابی بکنه این که قضیه از کجا آب میخوره، چطور شده این اتفاق افتاده، چطور شده این اشتباه به وجود اومده، توی اون زمینه مکانیزم های لازم رو مجددا بررسی بکنه و راهکارهای مناسب رو برای اینکه چنین اتفاقی دیگه رخ نده رو پیش بینی بکنه. این چیزی هستش که به نظر من داره رخ میده. یعنی فکر میکنی این کار رو بکنه سپاه؟ چون بعضی از فرماندهان سپاه، از جمله همین فرمانده کل سپاه در پارلمان که صحبت کرد، این را هم گفت که ما به هر حال همه زوایای این قضیه رو بررسی میکنیم و شفاف مردم خواهیم گفت. که خب همونطور که در صحبت‌های آقای روحانی معلوم شد که خب هنوز که نگفتند، هنوز همه زوایاش روشن نیست و همه حقیقت گفته نشده. شما فکر میکنی این کار رو بکنن واقعا؟ ببینید، من قبل از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم اینو بگم که این اولین تجربه نه تنها سپاه بلکه کل نظام جمهوری اسلامی بود که در برابر یک واقعی قرار گرفت که قدرت کتمانش رو به صورت مؤثر نداشت. یعنی به قدری عوامل خارج از دست اینها توی این قضیه دخالت کرد که اینها به صورت کلی نمیتونستن این قضیه رو منکر بشن، و این هستش که یک تجربه جدید برای اینها در برابر اینها هستش. ولی به صورت کلی در سازمان‌های نظامی
و در سازمان‌های اطلاعاتی وقتی که یک ضربه اطلاعاتی می‌خورن، یک ضربه امنیتی می‌خورن یا یک ضربه نظامی می‌خورن و یا یک اشتباهی رخ میده، اولین کار سازمان بررسی زوایای مختلف این اشتباه و کمکاری و مسامحه است. بنابراین باید گروه‌های کاری تشکیل بدن، این گروه‌های کاری به ابعاد مختلف قضیه رسیدگی بکنن و سعی کنن همونجوری که گفتم یک مکانیزمی رو به وجود بیارن که باعث این بشه که این حادثه دوباره تکرار نشه. البته ممکنه بخشی از این روند روندی باشه که طبقه بندی باشه یا اسرار نظام تلقی بشه، ولی در هر صورت باید سپاه بتونه این اطمینان رو مجدداً به مردم و مجدداً به کل آحاد این مملکت بده که این اشتباه تکرار نخواهد شد و این قضیه از ریشه بازبینی خواهد شد، بازبینی میشه و به مردم اطلاع داده خواهد شد. بسیار خوب آقای بهروش. حالا صحبت از این شد که ممکنه تغییراتی در اصل شیوه حکومت داری در ایران بشه، ممکنه هم نشه. نظر شما این بود که ممکنه به هر حال به خاطر حفظ نظامش مثلا یک کارهایی بکنه. آقای مدوی و آقای طلعتی نظرشون بود که هر جا دست بزنه موجب واژگونیش میشه، ولی در سپاه چی؟ به نظر شما احیانا ممکنه یک بازبینی، یک تغییراتی در داخل سپاه به اون شکلی به وجود بیاد که از اون حالت بیپاسخ بودن و قدر قدرت بودن و بریدن و دوختن گذشتهش در بیاد که یه مقداری به اعاده حیثیت بشه از سپاه، اعتماد جلب بکنه بین مردم؟ نه نه، ببین آقای فانی، من بعید میدونم تغییراتی صورت بگیره، مخصوصا هم طور توضیح دادم تو این شرایطی که ایران الان قرار داره اینها مشتشون رو سفتر خواهند کرد. یعنی اگر انتظار تغییرات رو ما داریم ناامید خواهیم شد. من دوباره خیلی سریع دارم سعی میکنم که منتقل بکنم، من فکر میکنم موضوع رو گرفتن منتها حالا به خاطر منافع نمیخوان و به خاطر در واقع ترس و شرایط خاصی که کشور داره نمیتونن. خب این بحثش رو در واقع خواستم صرفا روشن بکنم. من فقط این نکته رو اضافه بکنم که سپاه خودش رو در داخل به خاطر اینکه در واقع اون کارکردش بهتر بشه، کارکردش پایدارتر بشه و با کیفیت‌تر بشه، با این هدف خودش رو به لحاظ فنی، تکنیکی، حرفه‌ای اصلاح خواهد کرد، چون ضربه داره به خودش میخوره و حرف امروز دیروز هم نیستش. این مثلا همون جایی که الان این هواپیما رو ساقط کردن، نزدیک همونجا سال 2011، نوامبر 2011، 1390 اگر اشتباه نکنم، یه انفجار عظیمی شد که آقای تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، اونجا کشته شد. حالا بنابر روایت 177 نفر هم کشته شدن. یعنی از اون موقع شروع شد. حالا سرقت اسناد هسته‌ای رو بگین، الان ترور سلیمانی رو بگین، بعدش این بحث این هواپیما، تلاش‌هایی خواهد کرد که این اتفاقات دیگه نیفته، چون همونطور شما گفتین به چش زیر سوال میره، بعد به لحاظ در واقع بقا و اون انسجام سازمان اینا ضربات اساسی دارن میخورن با هر اتفاق رسوا در واقع فضاحت باری که به این شکل رخ میده. تلاش خواهند کرد که خودشون رو تقویت بکنن در داخل، که هوشمندانه تر که چجوری از بکنن، زیرکانه تر عمل بکنن. بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، نظر شما در این زمینه چیه؟ شما فکر میکنین که احیانا تغییراتی در سپاه به وجود خواهد اومد یا اینکه دست به تبلیغاتی بزنن که بخوان از طریق تبلیغات مثلا ساختن فیلم دیگری از مثل گاندو مثلا اینجور چیزا رو تلاش بکنن که اعاده حیثیت بشه ازشون؟ این فیلم مذاکرات مرحوم آقای منتظری با اون هیئت مرگی که اعدامهای سال 67 رو رهبری میکرد به دستور آقای خمینی پارسال منتشر شد. توی بخشی از اون فیلم اگر نگاه کنید آقای منتظری خیلی با آه و افسوس میگه ما این پاسدارامون رو با همون لحجه قشنگش میگه پاسدارامون رو نونور کردیم. ببین سپاه، بچه های سپاه اینا دردانه های حکومت جمهوری اسلامی هن. اول که روحانیت رأی گرفتن، بعد از مخصوصا سال 60 سرکوب کردن، آخونده که چیزی بلد نبودن که، یعنی کمیته ها تشکیل شده بود، تنها نهاد انقلابی سپاه بود که توش اون زمان در واقع یه سری از تحصیل کرده هم رفته بودن. بعد هم ماجرای جنگ رو اداره کردن، در واقع حافظ جمهوری اسلامی اونها بودن،
و بعد از اونم که از سال 68 آقای خامنه‌ای اصلا اساس قدرت خودش رو تکیه بر سپاهی‌ها و در واقع نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه گذاشت که اصلا دیگه همه کاره کشور هستند و عامل بقای شخص رهبر مردم عمر ایران. بنابراین واقعا این هستش که خیلی جاشون محکمه. این یک دو مشکل سپاه پاسه اصلا زدن پدافند نبوده که این ماجرای پدافند یه چیزی شبیه اون در مورد پرواز مالزی هم اتفاق افتاد بعدا معلوم شد روس‌ها زدن. اگر اون بود، اگر واقعا مثلا شما تصور کنید ایالات متحده آمریکا یا در انگلستان یا در فرانسه حتی در ترکیه یه همچین اتفاقی میافتاد اصلا چیز اتفاق خاصی نبود. اون فرمانده نظامی ارشد رو برکنار میکردن، چند نفر رو محاکمه میکردن، عذرخواهی میکردن و غرامت میدادن دیگه، همه هم ناراحت البته میشدن. اینکه این موج رو انداخته واسه اینکه سپاه یک نهادیست، این نهاد همینقدر که توی این ماجرای پرواز اوکراین دیدید ناکار آمده، پروژه راهش هم ناکار آمده، همینجوری هیئتی پروژه ها رو گرفته 50% اقتصاد کشور خامونده، همین حوزه امنیتیش هم ناکار آمده. به همین خاطر فکر نمی کنم چیزی بتونه عوض بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بهروش، آقای مدوی آزاد و همینطور آقای طلعتی. ممنون از شرکتتون در برنامه و ممنون از شما که برنامه رو دیدید. شب روزتون خوش.